درود بر شما، سیامک دهقانپور هستم. در یک شنبه هفته شهریور 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا کرونا در ایران از فروپاشی تا فاجعه خوش آمدید. برای گفتگو با دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و کاشف یکی از واکسن‌های ایبولا، به محل کارشون در شهر راکفیل ایالت مریلند رفتیم. چطور در این یک سال و نیم گذشته به این سرعت این واکسن ها تولید شد و مورد تایید قرار گرفت؟ این نتیجه سالها کار و تلاش بوده و انباشت دانش، انباشت تکنولوژی و سرمایه گذاری خیلی بزرگ، هم از طرف دولت هم از طرف بخش خصوصی، و شاید بشه گفت به راحتی شاید 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده توی در چه مدت؟ در مدت حدود 25 سال. مدرنا حدود 10 ساله که روی این کار میکنه، ولی بایونتک بیشتر از 20 ساله. و تا به حال هیچ کدوم از اینا به مرحله نهایی کلینیکی نرسیده بود توی بیماری های دیگه، اما این حالت اورژانسی که مسئله کرونا داشت فرصتی برای این تکنولوژی بود که خودشو نشون بده. منظورتون همون mRNAه؟ بله، تکنولوژی mRNA. کار ما الان تو مرحله آزمایش های ما قبل کلینیکی و مرحله اول کلینیکی واکسن هایی هستش که روش کار میکنیم. یعنی الان چند تا واکسن شما اینجا روش کار میکنیم؟ ما به طور فعال 3 تا واکسن و حدود 4 تا آنتیبادی که به عنوان داروس نه واکسن ازش استفاده میشه. معمولا یه چیزی حدود 10 سال طول میکشه تا یک واکسن رو برسونی به مراحل آخر، اگر موفق بشه، و تو هر مرحله هم که میرین شما ریسک شکستتون خیلی بالاست. معمولا از هر واکسنی که از مرحله پیش کلینیکی رد میشه وارد کلینیک میشه، حدود 20% 18-20%شون موفق میشن. یکی از کارهایی که مثلا این دستگاه میکنه بهش میگن HPLC، اینه که نشون میده به ما که آیا این خالص هست یا نه، واکسن پروتئینه. بله، پروتئینی که توی واکسن هست خالص هست یا نه. اون وقت این دستگاه مثلا حدود 30-40 پارامتر رو تو خون همزمان اندازه میگیره. این برای بیشتر اثر، این تو مرحله اولیه تر، این تو مرحله خیلی آخرتر واکسن هستش. اخیراً دو تا مطالعه چاپ کرد CDC که نشون میده که البته میزان اثر بخشی فایزر و مدرنا هر دو اومده پایین در مقابل دلتا. البته اینجا دو تا فاکتور هم همزمان عمل میکنه، از یه طرف زمان بیشتری گذشته، یعنی خود به اصطلاح ماندگاری آنتیبادی ها مطرحه، و از طرف دیگه روبرو شدن با ویروس دلتا که یک پدیده جدیده. چون دلتا از اول نبود که از همون اول بدونیم که مثلا زمان کوتاه‌تری بعد از واکسیناسیون چقدر تاثیر داره، ولی به نظر میاد که الان حدود هر کدومشون حدود 10-15% اومده پایین اثر بخششون، اما هنوز در مقابل مرگ و بیماری شدید که احتیاج به مثلا اکسیژن داشته باشه و اینا، اثر بخشش خیلی بالاست، نزدیک به 100%، 99% اینطور هستش. از همون اول اثر بخشی اون به اصطلاح واکسن های وکتور بیست کمتر از مدرنا بوده، به غیر از واکسن روسی که دو تا دوزش به نظر می اومد با همدیگه تقریبا مشابه فایزر و مدرنا اثر بخشی داره، بر اساس اطلاعات محدودی که اومده بود بیرون. اما در مجموع فایزر و مدرنا از همون اول بهترین نتایج رو داشتن، و بعد علاوه بر اون دقیق ترین مطالعات هم روش انجام شده. یعنی میشه رفت نگاه کرد، مثلا شما اگه بخواید برای واکسن روسی این اطلاعات پیدا بکنید، اصلا نیست، جایی نیست که برید نگاه بکنید. برای واکسن از اون بدتر، برای واکسن چینی که اصلا هیچ چیزی منتشر نشده جز این که یک پرس ریلیس که
بیانی مطبوعاتی فقط که گفتن اینقدر اثر نشده. بر صورت اینا همچنان از همه بهتر هستن ولی اثر بخشی اینم داره میاد پایین. برای همین هستش که الان دیگه FDA قراره که دوز سوم رو تایید بکنه. اینجا در واقع آزمایشگاه R&D شما بله بزرگ. اینجا R&D و حالا تو ایران الان تو مثلا دارن تولید میکنن. آدم نمیدونه تا چه حد تمام این چیزا توش رعایت میشه. تو ایران سابقه درست کردن واکسن داره. مثلا واکسن مثلا برای 3 میلیون نفر، نه مثلا 170 میلیون دوز مثلا برای دقیقاً. یعنی تفاوت مقیاس کوچیک و مقیاس بزرگ فقط اون عدد نیستش. اصلا احتیاج به یک نوع صنعت دیگه داره که اینا رو اگه بخوایم بری از صفر شروع بکنی سالها وقت خیلی خیلی مشکله و یک عالمه آزمون خطا باید بکنه تا اینکه به نتیجه برسی. واکسن برکت رو گفتن قبل از اینکه حتی وارد این فاز 3 بشه سازمان غذادار ایران تایید کرد برای استفاده. این کار درست نیست به خاطر اینکه شما باید اثر بخشید واکسن. اولا این واکسن از نظر تکنولوژی چیز پیچیده ای نیست. این تکنولوژی که اصطلاحاً یه ماده شیمیایی که استفاده میکنن برای اینکه ویروس رو غیر فعالش کنن، یعنی بکشن ویروس رو، و این دهه هاست که این تکنولوژی وجود داره. چین هم از همین استفاده کرده، که واکسن های هند هم از همین استفاده کرده و کار خیلی عجیبی نیستش که بخواد مثلا الان دنیا دنبال این باشه که ببینید چه اطلاعات درست کردن اون واکسن چی میتونه باشه. در نتیجه همه اطلاعات میتونه شفاف مطرح بشه. بعد به صرف این که شما واکسن رو بر اساس تکنولوژی درست کردید که مثلا چینی ها بردن استفاده کردن و نشون دادن تو کلینیک کار میکنه، معنیش این نیست که این واکسن هم حتما به همون خوبی کار خواهد کرد. به همین دلیل فاز 3 وجودش در حالت تو ایران ظاهرا دارن فاز 3 رو انجام میدن همزمان، ولی وقتی شما هنوز نمیدونید واقعا اثر بخشش در چه حده، بردنش بین جمعیت بزرگ حتی اگر که هیچ مشکل از نظر عوارض جنبی نداشته باشه، این مشکل میتونه داشته باشه که به اصطلاح تصور کاذبی بده به افرادی که این واکسن رو زدن که ما دیگه خب واکسن زدیم میتونیم دیگه کمتر رعایت کنیم و اینا. به نظر من بهترین کاری که ایران میتونست کنه در ضمن که روی واکسن داخلی هم کار بکنه این می بود که تمام توانش رو بذاره روی این که واکسن از طریق کوواکس تهیه بشه، ولی متاسفانه اینطور نشد. الان خیلی کشورهای دیگه هستن توی منطقه که تعداد واکسن زیادی، مثلا پاکستان فکر کنم 7-8 میلیون دوز مدرنا گرفته فقط و همطور واکسن های دیگه. بله اینا موقع که باید پیش سفارش میدادن نکردن. بله دیگه اینا اون کارا به موقع انجام نشده و متاسفانه سرمایه مملکت گذاشته شده روی مثلا 7 تا بنظرم واکسن مختلف. هیچ جای دنیا همچین کاری نکرد. در ایران بعضی از این مسئولین صحبت از این میکنن که ما برای تهیه مواد یه سری از فناوری مشکل داریم، مثلا گفتن رزین مثلا به دستمون نمیرسه. برای خود شما به عنوان یه شرکتی در آمریکا داره کار میکنه، خود شما یه مشکلی دارید برای تهیه مواد؟ دقیقاً ما الان یه واکسن مریض که سال دیگه قرار بره توی کلینیک و ما الان 6 ماه عقب افتاده کارمون فقط به خاطر همین که مواد اولیه پیدا نمیشه. مسئله کمبود مواد اولیه ربطی به ایران یا کشورهای دیگه نداره، یه مسئله جهانیه. این نتیجه یک سال و نیم تعطیل شدن مراکز صنعتی هستش، پایین آوردن سرعت کار و بعدش هم بالا رفتن تقاضا برای مواد شیمیایی که توی مثلا تولید واکسن و دارو اینا مصرف میشه. همه اینها این بالانس رو به هم زده. من به همین دلیله که هر چی زودتر شما برین توی صف گرفتن واکسن از خارج بهتره، برای اینکه الان مسلماً تولید کننده هم شرکت های خصوصی هستن، اینا هیچ وظیفه‌ای ندارن که عدالتی رو توش رعایت بکنن. معلومه که شرکت فایزر و مدرنا پول بیشتری میتونن بدن. در چنین شرایطی اونا اولاً تو صف برای گرفتن اون مواد اولیه اصلا قدرت اینو دارن که کارخونه شو درست بکنن. خیلی ممنون.